جلسه 72 از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم چطور میتونیم یک تصویر رو سه بعدی کنیم و با افکت دیسپلیسمنت مپ هم آشنا میشیم. یک تصویر دارم کلیک میکنم، درگ میکنم اینجا. سعی کنید تصویرتون کیفیت خوبی داشته باشه. روی کامپوزیشنش رایت کلیک میکنم، کامپوزیشن سیتینگ یه اسمش بدید، مثلا میزنم تمپ که بدونم رو کدوم دارم کار میکنم. اگر خواستید میتونید اسکیلش رو زیاد کنید، روی این میتونید اس بزنید، این اسکیل رو زیاد کنید، بیاریدش جلو و یا حتی جابجاش کنید، اون جایشو که میخواید انتخاب کنید. من کنترل زد میزنم، با همین شرایط قبولش دارم، کاری باش ندارم. و بعد که دقیقا همونی شد که میخواستید قفلش کنید که وقت حالا دستتون خورد جابجا نشه، تغییر نکنه. حالا این بیرون رو کلیک میکنم و یک دونه مستطیل میخوام رسم کنم. این ابزار رو انتخاب میکنم، استروک رو حذف کنید، اینجا استروک رو کلیک کنید و روی این قسمت کلیک کنید که استروک حذف شد، ولی فیل میخوایم، پس فیلمون حتما باید این گزینه رو انتخاب کنیم. و بعد روی این کلیک میکنم و مشکی انتخاب میکنم. ما از عقب میخوایم بیایم جلو، عقب عقب مشکیه، هرچی میادتر روشنتر میشه، حالا خواهیم دید. پس اون عقب رو میخوام بهش مشکی بدم. خب یه مستطیل اینطوری رسم میکنم، یه ذرم از کامپوزیشنم بزنه بیرون، طوری نیست. خب این از این، ولی میارم میذارمش پایین پایین، این از این. حالا میتونید روش اینتر بزنید، اسمشو بذارید بی جی که بکگراند بدونید کدوم چیه. و پس اون آخر آخرمون شد مشکی. حالا میریم میخواییم بدن رو یک شیپ براش بکشم. دوباره این بیرون رو کلیک کنید، لایه جدید میخوام، این دفعه این ابزار انتخاب میکنم و فیلش رو یه رنگ میخوام بهش بدم، یه مقدار میخوام روشنگ تر باشه، بهش میدم 33 33 33. دقت کنید، حالا از این خط هم میتونید همینطور برید بالا و بیایید پایین، رنگا رو تغییر بدید، روشن و تیره کنید. حالا این اعداد هم همین عددهایی که من گفتم نبود، هم طوری نیست، ولی حالا من این اعدادو میگم که بدونید اعداد من چنده. و دوباره تکرار میکنم، همین گوشه شما میتونید بالا و پایین بشید و روشن، و وقتی میرید بالا روشن میشه، میاد پایین تیره میشه. خب اوکی میکنم، الان رنگ روشنتری دارم. حالا دقیقا دور خودم اینجا یک شیپ میکشم و حالا ماسکش دقیقا نبود، طوری نیست، ولی حالا سعی کنیم که تا میتونیم درست بکشیم. من حالا اگر خیلی وقت نذارم همینطوری میکشم، چون ویدیو میخوام خیلی طول نکشه. روشی که یاد بگیرید خودتون بعدن میتونید اگر لازم بود دقیق تر بکشید، ولی خیلی نیاز نداره که دقیق بکشیم، نگران نباشید که حالا خیلی باید دقیق باشه، نه، فقط میخوام محدوده رو مشخص کنم که بتونم عمق بهش بدم. پس من اطراف خودم و حالا هر قسمتی از خودم که هست، اینجا سرم هست و یه مقدار از تنم، شما اگر عکستون حالا هر قسمتیتون که بود اون قسمت رو، و میام میبندمش، بسته شد، رنگش رو هم گرفت. حالا یه اینتر روش میزنم، مینویسم بادی یعنی بدن، اشتباه تایپ کردم بادی. خب میگیرم میارم میذارمش روی بی جی، اول بکگراندمه بعد بادیمه، چون اگر بذارمش زیر بی جی کلا پیدا نیست، بی جی مشکی بود بزرگم بود، بادی پس میاد رو. ببینید من اینو خاموش کنم این شکلی شد، اگر این بره پایین خب پیدا نیست، پس باید بیارمش بالا، نه به خاطر ترتیب رنگشه، به خاطر اندازشه که پیدا باشه. گفتم که از این به بعدم وقتی جابجا میکنم لایه‌های بعدی رو بدونید رو چه حسابی دارم جابجا میکنم. خب دوباره روشن بکنم که بدونم چی دارم میکشم. حالا سرمو، برای سرم دوباره میام این بیرون کلیک میکنم. دقت کنید اگر این لایه ها انتخاب شده باشه میاد دوباره تو همون لایه میکشه، نه، بیرون رو کلیک میکنیم. برای سر من دوباره همین ابزار انتخاب میکنم و رنگشو یه مقدار دوباره باید روشن‌تر کنم. اینو میتونید بگیرید ببرید بکشید بالا، میتونید عدد رو مثلا من میدم 50 50 50. ببینید یه مقدار نسبت من قبلی روشن‌تر شد. حالا میام دوباره با دقت کنید، حتما بیرون کلیک شده باشه،
دور سر رو یک شیپ میکشم هر جام اشتباه کردید بلدید کنترل زد میزنید و برمیگردید. اینم سر. خب روی این لایه اینتر میزنم مینویسم هد. نشد اینترش کار نکرد. یه اینتر میزنم مینویسم هد. خب و این هد رو بر میدارم میارم اینو انتخاب کنم. این هد رو بر میدارم میارم میذارمش روی بادی. دوباره خاموش کنم ببینید چی میبینیم. اینا هاش هد اومد روی بادی. اگه میرفت زیر بادی این شکلی میشد. نه باید بیاد روی بادی. خب دوباره روشن کنیم. قدم بعد چشمای. چشمای یه مقدار تو رفته است دیگه. پس من دوباره همین ابزار انتخاب میکنم. این بیرون رو کلیک میکنم که توی اونجا نیفته. اینو روشن میکنم. اینو کلیک میکنم که این باز شه. چشما رو بهش یه مقدار دوباره برمیگردم عقب. مثلا میدم 4C 4C 4C. یه ذره رنگ رو عوض میکنم و دوباره سعی میکنم اطراف چشما رو بکشم. خب این یه چشم تو همین لایه باشیم چون اون یکی چشم هم تو همین لایه میخواییم باشیم دیگه. پس اینو دقیقا همین لایه انتخاب شده باشه. چشم بعدی این خیلی دقیق نشدند. حالا شما وقت بذارید دقیق تر بکشید. رو اینجا اینتر میزنم و آیز. حالا چشما رو بر میدارم میارم میذارم روی سر که نشون داده بشه. خب قدم بعد میخوام پیشونی و چونه رو بکشم. این بیرون رو کلیک کنیم لایه انتخاب نشده باشه. حالا پاشیم بریم رنگ بهش بدیم. الان اون 50-50 رو میدم و اوکی رو میزنم و روشنتر شد دیگه. روشنتر شد. من میخوام چانه و پیشانی رو رست کنم. خب میام پیشونی رو نقطه بهش میدم. این از پیشونیمون. دقت کنید حتما انتخاب شده باشه. حالا چانمونم انتخاب میکنیم چون میدونید چانه و پیشانی یه مقدار نسبت به حالا صورت بیشتر بیرون اومده. و اینتر میزنیم. چون من انگلیسیم انقدر خوب نیست نمیدونم یا یادم نیست اینا چی میشم. این پیشانی مینویسم. مهم نیست. کلیک میکنم درگ میکنم میارمش روی چشم میذارم. مشکلی نیست چون روی چشمو نمیپوشونه. الان اینو میبندم. همه جا این چشامه دیگه. چشا رو دارم میبینم. چشا ببینید تیره تره. وقتی تیره تره یعنی عقب تر از همه ایناییه که ما انتخاب کردیم. و اینو روشن کنیم. دوباره بیام بیرون رو کلیک کنم و بینی رو میخوام رست کنم. بینی از همه جا بیشتر بیرون زده. بیرون رو کلیک میکنم و فیل بینی رو بهش میدم. عدد رو باید بیشتر کنم دیگه. باید برم 6 مثلا 6D 6D 6D. خب ببینید روشن تر. اوکی میکنم و اینم از بینی نوکش. خب حالا بینی رو بلدم میشه نوش. بذارید اونو که فارسی نوشتیم این یکیشم بینی بنویسیم. کی به کی بینی هم میارم و میذارم روی اینجا و دوباره یه چک بکنم. نشون داده میشه از همه هم روشن‌تر. خب بعد از بینی ما این بالای سر رو هم دوباره ببینیم. مثلا کاکل سر مو میزنه جلو. اول بیرون رو کلیک کنیم و رنگ رو دوباره مقدار باید مثلا میدم 58 58 58.
دیگه موهامون اندازه بینیمون که نیومده جلو، که یه ذره بره عقبتر و این بالای مو رو اینجا رو حدودا انتخاب میکنیم. این هم مو هم میشه هیر مینویسیم، مو راحت تریم، اینتر میکنیم، کلیک میکنیم، میاریمش، میذاریمش رو. خب گردنم بکشیم براش، گردنم یه مقدار تو میره، پس دوباره این بیرون رو کلیک میکنم و این ابزار رو انتخاب بشه، حتما این بیرون کلیک شده باشه، گردنم باید بره تو، پس عدد رو کم میکنم، سی سی سی، و گردن رو هم رسم. گردن چون توه باید اینجا هاشو دیگه دارم شانسی رسم میکنم. خب و بعد اینو بگیرم یه ذره بلدید دیگه اینا رو جا به جا میکنیم، الان تنظیم شد. خب اینم از گردن، گردن هم میشه نک، همون گردن مینویسیم، کلیک میکنم، درگ میکنم، میارمش اینجا. حالا اگر میخواین تو همین لایه گردن گوشاتون اگر خیلی مشخصه، گوشاتون رو هم میتونید بزنید. من حالا گوشام خیلی مشخص نیست، میخوام وقتمونم بیشتر گرفت نشه. خب این لایه رو اصلا کلا خاموش کنیم دیگه، نمیخوایمش. ببین این شکلی شد حدودا. حالا کاری که میکنم، میام یه دونه اینجا، بیام لایر نیو، یه اجسمن لایر میارم و اینجا یه دونه فست باکس، باکس اشتباه کردم، بلر، کلیک میکنم، درگ میکنم روش، رها میکنم. حالا این عددش رو زیاد میکنم، همجور زیاد کنید تا حالا به این کناراش رو میبینید جمع میشه، اینو بزنید که این اجش با اون یه نواخشه. خب مثلا ببینید این الان کلن هست شد، برید جلو یه جوری که خطا مشخص نباشه، الان این کم بشه خطا مشخصه، میخوام خطا مشخص باشه، خیلی هم محو نشه. به نظرم واسه من همین عدد 23 بد نیست. حالا دستی 24ش کنم، بعد 25ش کنم، خوبه، همینقدر راضی هستیم. خب این از این کامپوننت، من میرم از این قسمت توی پروژکت و حالا دوباره عکسم رو میارم از اینجا، اینجا رها میکنم تا یه دونه کامپوننت واسه هم بسازه، اینجا کامپوزیت اصخایی میکنم، یه کامپوزیت برام ساخت، رایت کلیک میکنم، ستینگش اسمشو میزنم مین که بدونم اصل کاری اینه، عکسم هم اینجاست. الان اون تمپو بر میدارم میارم زیرش میدازم و خاموشش میکنم، نمیخوام اصلا چیزی نشون بده، میخوام دیسپلیسمنت مپ رو سرچ کنم، اینجا کلیک میکنم، دیسپلیسمنت مپ رو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم. الان دقت کن، یه قسمت داره ازم یه مپ میگیره، مپ و همون تمپ میگیرم، اون تمپو ساختم واسه اینکه مپ باشه. حالا یه هوریزنتال داره، هوریزنتال رو باز میکنم، لومیننس میکنم، و دوباره یه ورتیکال داره، اونو هم باز میکنم، لومیننس میکنم. و حالا این نکته رو دقت بفرمایید، وقتی که این اعداد رو کم و زیاد کنیم این حرکت میکنه، ببینید فقط زیاد اگر حرکتش بدید خراب میشه، پس زیاد حرکتش نمیدیم. اگر میبینید خوب نیست یه اس بزنید اینجا، یه مقدار اسکیل رو زیاد کنید، حتی میتونید یه مقدارم جا به جاش کنید اگر خواستید. میایم اینجا و اینو کی فریم میدیم، اینم کی فریم میدیم. حالا اینو یه مقدار منفی میکنیم تا جایی که به هم نریزه، اگه به هم ریخت دیگه بر میگردیم، مثلا اینجا اینو هم یه مقدار دوباره منفی میکنیم تا جایی که به هم نمیریزه، بد نیست. حالا سی تی آی میرم این آخر و زیاد میکنم، حالا از اون طرف برش میگردم، دوباره دقت کنید خیلی نریم. حالا اینم هم همون حدود، همین حدود خوب. این چی؟ اینم دوباره تغییر میدیم تا جایی که اون بالاشو، حالا اسکلشو بزرگ میکنم درست میشه، بالاش مهم نیست، خود صورت استایلش به هم نریزه. اینم خوبه، دوباره اسکل یه مقدار بزرگ میکنم،
یا همون کوچیک هم باشه طوری نیست، جابجاش میکنم، میگیرم میکشمش بالا که اون بالاش هم اینطوری نشه. حتی اسکیل رو میتونم یه ذره کوچیکتر کنم و دوباره ببرمش بالا، برای اینکه گردن هم مشخص باشه، تو حدودی گردن رو هم رو مپ بود یه ذره کوچیک کنیم، از این سمت بیاریمش این ور. و خب حالا دقت کنید وقتی سی تی آی جابجا میکنم، این یک حرکت سه بعدی داره انجام میده. حالا پایینش زد بیرون، پس باید یه ذره بیاریمش پایین تر، یه ذره هم اسکیلش رو بزرگ کنیم دیگه. تنظیمات رو انجام بدید که هم جاش درست باشه، هم از دو طرف، هم این سمت هم اون سمت بیرون نزنه.